دقیقاً درخواست شما از دولت بایدن چه هست و واقعا چقدر فکر میکنید که ممکنه همچین اتفاقی بیفته با توجه به اینکه آقای مالی نقش بسیار مهمی در کابینه آقای بایدن داره؟ ببینید، ما زمانی تصمیم گرفتیم که این نامه رو بنویسیم وقتی که هزاران ایرانی در ایرانی آمریکایی در شهرهای مختلف آمریکا تظاهرات کردن و خواستار حمایت دولت آمریکا از مردم ایران شدن و همینطور متوجه شدیم که بسیاری در دولت آمریکا از شورای امنیت ملی گرفته تا وزارت خارجه واقعا خون دل می‌خورن از کارهایی که آقای رابرت ماری انجام میده و ما شنیدیم که به هر حال اختلافات زیادی وجود داره و خیلی ها از ایشون دلچرکین هستن. این زمانی بود که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و اینکه حالا چقدر احتمال داره که این به ثمر برسه، من دو جور دارم به قضیه نگاه میکنم. یکی اینکه خیلی بسیاری در داخل دولت از آقای رابرت ملی ناراضی هستن و بعد اینکه آقای رابرت ملی در اجرای سیاستهاش شکست خورده، یعنی نتونستن برجام رو عملی بکنن و نه الان که واقعیت سیاسی ایران تغییر کرده، سالها بود که تغییر کرده بود ولی الان خیلی روشن‌تر، اصلا هیچ نقشی رو نمیتونه در این باره بازی بکنه. شما بیایید به صفحه یو اس ای در فارسی که زیر نظر ایشون هست نگاه بکنید، الان شده خانه ارواح، و یا وقتی بیا نگاه بکنید به موازهی که آقای رابرت ملی گرفته، شیش بار اومده مثلا در شبکه‌های اجتماعیش در مورد تظاهرات ایران حرف زده، فقط یک بارش حرف خودش بوده، بقیه حرفای دیگران رو به هر حال به اشتراک گذاشته. این نشون میده که نمیتونه تعامل داشته باشه با مقامات دیگر کشورها در رابطه با پرونده هسته‌ای و نمیتونه با مردم ایران ارتباط برقرار بکنه. در واقع این کاره نیست، اجرای سیاست شکست خورده. به نظر میاد اونجوری که ما شنیدیم، تنها دلیلی که تا الان باقی مونده به خاطر اون دوستی هستش که به حال از روزگار جوانی با آقای آنتونی بلینکن داشتن، ولی بسیار بسیار نارضایتی از به حال عملکرد ایشون وجود داره در دولت آمریکا. این هم اشاره بکنم که ما بارها از ایشون دعوت کردیم که در برنامه مختلف ما شرکت بکنن از طرق مختلف، به خصوص از خود وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، هنوز به ما پاسخی ندادن و دعوت ما رو قبول نکردن. اما حتی با فرض اینکه آقای مالی هم کنار بره، بالاخره کل نگاه دولت بایدن و شاید نگاه هر دولت دموکراتی احتمالاً برای احیای برجام هست. یعنی میخوام اینو ازت بپرسم، فرض کن الان آقای مالی بره، یک نفر دیگر بیاد از حزب دموکرات، به هر حال اونها هم احتمالاً باز هم همچنان اولویت اصلیشون دیپلماسی و احیای برجام، اینطور نیست؟ ببینید، به هر حال من به شخصه با احیای برجام مخالف هستم، ولی داریم فرض میگیریم که به هر حال دولت آمریکا میخواد این کار را انجام بده. من دیدم که بعضی از خود دموکرات‌ها همیشه مثال میزنن از پرزیدنت ریگان که زمانی که به هر حال رئیس جمهور بوده هم با آمریکا مذاکره میکرده و هم با جمهوری اسلامی، نه آقای ریگان با شوروی مذاکره میکرده و همچنان از آزادی حمایت میکرده، جنبش آزادی بخش در اروپای شرقی. به هر حال اینا میان این همچین مثالی رو میزنن. بعضی از خود دموکرات ها دیدیم که در روزهای گذشته کسانی که قبلا در دولت بایدن بودن و اخیرا خارج شدن اومدن حرفای مشابهی زدن، گفتن که ما باید این حق مردم ایران رو به رسمیت بشناسیم. به هر حال اگر به اون شرایط برسه، اینا همچنان میخوان به حال از اون چیزی که هویت سیاسیشون تبدیل شده متاسفانه ذوب در برجام هستن، اگر همچنان میخوان ادامه بدن، اینا میتونن به هر حال از مردم ایران هم حمایت بکنن. ولی به نظر میاد که برجام هم به بن‌بست خورده و به نظر نمیاد که اینا بتونن حالا این مسئله رو، یعنی من اگه درست حرفتون رو متوجه شده باشم، میفرمایید که درسته که با برجام و احیاش مخالفید، ولی حاضرید یک نفر دیگری در مسند جای آقای مالی باشه که حالا مذاکرات برجام علارغم میل شما پیش ببره، اما حمایت گسترده تری از این اعتراضات ایران بکنه. یکی از بندهای این به حال بیانیه که ما دادیم هم اشاره شده، کسی رو بیاین در این مقام بگذارید که فرق بین مردم ایران و جمهوری اسلامی رو بدونه. ببینید، ایران 1401 با ایران 1395 وقتی که برجام عوض شده فرق میکنه. ما نزدیک به 6 خیزش گسترده در شهرهای مختلف داشتیم. اون گفتمان سیاسی در ایران، در داخل، در خارج تغییر کرده. کسی که نمیتونه بیاد با این مسئله اصلا ارتباط برقرار بکنه، نمیدونه چی بگه، یعنی فقط کارش شده. ببین، ایشون در وزارت خارجه
چندین و چندین به هر حال استاف یا کارکنانی که دارن براش کار میکنن، اصلا هیچ گونه فعالیتی ندارن. شما بیان این شبکه‌های اجتماعی که زیر نظر این آقا داره اداره میشه نگاه بکنید، فقط کارش شده به اشتراک گذاشتن حرفای دیگران. خب شما به عنوان نماینده ویژه آمریکا چه نقشی داری؟ این انقدر اینا ببینین، متاسفانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی یه سیاست استراتژی ایران نداره، یه سیاست برجام داره. وقتی چنین اتفاقی که افتاد اینا شوکه شدن، نمیدونن باید چی کار بکنن. از طرفی هم اصلا به استایلشون نمیخوره بیان مثلا حرفای در دفاع از حقوق بشر دموکراسی بزنن. خودشون هم میدونن که به حال به قوارهشون نمیخوره متاسفانه. برای همین در همین حزب دموکرات آمریکا کسانی هستن که به حال مواضعی سفت و سختی دارن یا حق مردم ایران رو به رسمیت میشناسن. ما در روزهای گذشته دیدیم چرا از اونها استفاده نشه در این مقام و منصب، و نه آقای رابرت ملی که به حال ما شنیدیم که از منابع مختلف که بسیار از عملکردشون راضی هستن و گفتن که اگر میخواین به حال این آقا کنار بره باید فشار رسانه‌ای در کار باشه که آنتونی بلینکن سرانجام به حال تسلیم بشه و این آقا رو بفرسته به حال کار خودش. ممنونم از شما نوید محبی، موکل تشریف آوردین از سازمان نفت اینجا در استودیو با ما.